سلام به همه شما خفنهای دنیای وارکرافت. امروز تو این ویدیو میخوایم در مورد یه خبر خیلی مهم بچه ها باهاتون صحبت کنم، یه خبری که احتمال داره رو آینده ورلد اف وارکرافت تاثیر خیلی منفی یا چه جوری تاثیر خیلی مثبت بذاره. قضاوتش با شما. حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید که بدونید در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. Let's go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. خب بچه ما توی کانال بلولار هستیم. خب بلولار اگه نمیشناسید یکی از کانتنت کریتورهای خیلی معروف ورلد اف وارکرافت و کلا گیم های ام ام او. یه ویدیو قرار ازش ببینیم نوشته کوی فور دانجنز ویت ای آی ان پی سیز این پچ 10.2 تو پچ 10.2 سیزن 3 دراگون فلایت ما میتونیم با AI ها یا هوش مصنوعی دانجن بزنیم. بچه همطور که میبینید یه خبری رو آورده که حالا من نمیدونم این خبر از کجا اومده، توی حالا خبرهای رسمی خود بلیزارد یا چی دقیق نمیدونم، ولی این حالا کانتنت کریتور این بلولار شخصیه که واقعا حالا خبرهای رسمی و اطلاعات درست رو شیر میکنه، یعنی حالا چون از کانال بلولار داره پخش میشه میتونیم مطمئن باشیم که یه خبر رسمی و درسته. چیزی که اینجا نوشته که آقا شما میتونید دانجن های دراگون فلایت رو توی پچ 10.2 سیزن 3 با هوش مصنوعی یا AI بزنید. اوکی، حالا یه توضیح بخوام بدم واسه بچه‌هایی که شاید ندونن چیه یا متوجه نشده باشن داستان چیه. یعنی این که شما تکی میری تو دانجن و به جای اینکه 4 تا پلیر دیگه بیان کمک کنه که دانجن رو بزنی، 4 تا بات یا 4 تا هوش مصنوعی یا 4 تا AI همرات میان که اون دانجن رو بزنی. البته باید بگم که این حالا پروسه واسه دانجن میتیک پلاس و دانجن های سطح بالا نیست، فقط واسه دانجن نورمال و دانج فایندر یه همچین چیزی هست. یعنی اگه بیاد واسه دانجن نورمال میاد. حالا ببینیم که در مورد این موضوع چه صحبتی میکنن. داره میگه که توی بازی فانتزی 14 که یه بازی ام ام او خیلی هم شبیه ورلد اف وارکرافته، یه همچین سیستمی رو ما داریم. اسم سیستمش هم جودی ساپورته. میگه وقتی شما میتونید با هوش مصنوعی دانجن بزنید، این میتونه یه خبر خیلی بزرگ باشه واسه بیشتر افراد. میگه توی فانال فانتزی که این همین الان همچین سیستمی هست، سیستمی خیلی خوبیه چون پلیرها میتونن حالت کاملا سولو بازی رو انجام بدن و اگه یک زمانی هم بخوان دانجن بزنن میتونن دوباره سولو اون دانجن رو بزنن به کمک بات ها و ای آی ها. میگه دقیقا مثل پلیرهایی که میخواستن استوری بازی رو دنبال کنن و میخواستن کاملا سولو بازی رو انجام بدن و نمیخوان جوین گروهی بشن. یکی از مشکلات بزرگ دیگه ایم که بهش برمیخوردن، حالا کسایی که خیلی هاردکور پلیر نبودن و نمیخواستن با گروپ های مختلف برن بازی کنن، فقط میخواستن مثلا یه بار برن دانجن رو ترای بدن، کیوی تایم یا اون حالا تایمی که شما باید سب میکنین تا بالاخره 4 نفر دیگه پیدا شن که برید دانجن رو بزنید، مخصوصا برای دی پی اس ها. میگه این مشکلاتی هست که این حالا سیستم جدید میتونه حل کنه بچه. ما مخصوصا کانتنت های قدیمی تر، واقعا راست میگه دیگه، مثلا دانجن های خیلی قدیمی تر، مثلا شما یه دانجن خیلی خاص رو بخوای بری بزنی که حالا بچه‌هایی که لول اپ میکنن هم خیلی به اون دانجن نیاز ندارن چون تایم زیادی میگیره و ایکس پی کمی میده، شاید شما دهنتون سرویس شه بخواید 4 نفر دیگر پیدا کنید که بخواید بدون دانجن قدیمی رو باش بزنید. و خب کاملا درست میگه این مشکلات رو میتونه حل کنه. این خود داره خوبی های این سیستم میگه بچه در واقع. میگه و این حالا یک خوبی دیگه که داره که یه حالت توتوریال داره و به اون شخصی که داره میره دانجن رو همراه با بات ها میزنه آموزش میده، یعنی حالت آموزشی داره و این خوبی این داستانه. میگه اگه نگاه کنی که بات ها و ای آی ها دارن تو دانجن چیکار میکنن، شما هم یاد میگیرید که چیکار باید انجام بدید. میگه و این حالا بات ها و این ای آی ها کال اوت میکنن، یعنی توی دانجن چت میکنن یا حالا داد میزنن، مثلا میگن فلان کارو کنید فلان کارو نکنید و شما از این کال اوت هایی که این ای آی ها میکنن میتونید بیشتر دانجن رو یاد بگیرید. برای مثال اگه شما هیلر باشید، مثلا تانک قبل از اینکه دمیج سنگین بخوره میگه هیلر الان وقتشه بهم هیل بدی، و شما اگه هیلر باشید میفهمید که اوه اوکی پس الان وقت هیل دادنه. و اگه حالا فردا روزی خودتون برید توی اون دانجن با 4 تا پلیر معمولی، میدونید که حاجی من تاکتیک مثلا این باسو بلدم، بعد مثلا سر فلان اتکش هیل بدم. اوکی، و میگه حتی اگه دی پی اس هم باشید همینطوره، فرقی نمیکنه، توی ازش چیزای زیادی یاد بگیرید.
میگه خب حتی واسه گیم MMO مثل World of Warcraft هم میتونه جالب باشه اشخاصی که بخوام بیان گیم رو بازی کنن و اصلا بخوام با هیچ کس دیگه اینتراکت نداشته باشن و بخوام کاملا سولو بازی رو انجام بدن. میگه این روی اینتراکت پلیرها تاثیر منفی نمیذاره چون که قرار نیست میتیک پلاس رو حالا شاملش بشه. میگه کسانی که انتخاب میکنن با بات ها و ای آی ها بازی کنن دو حالت داره، یا کلن اصلا دانجن نمیزنن اگه حالا این سیستم هوش مصنوعی نباشه، یا اگه هم برن دانجن بزنن تبدیل به یک گروپ ممبر بد میشن چون که دانجن رو بلد نیستن و خب اصلا دوست نارن اینتراکت بگیرن با بقیه پلیر ها. بچه ها این نظر حالا بلولار و این شخص دیگه که توی ویدیویش بود من نمیشناختم بود. نکته ای که هست اما بهش اشاره کنم اینه که خب آقا اوکی یه سری نکات مثبت داره، این که خب حالت آموزشی داره، خیلی میتونن برن یاد بگیرن، پلیرهای تازه وارد میتونه خیلی بهشون کمک کنه، افرادی که واقعا سولو پلیرن و به هیچ وجه دوست ندارن با بقیه اینتراکت بگیرن میتونن از این استقبال کنن و خب خیلی قابلیت خوبی داره که بهش اشاره کردیم دیگه، کوئیت تایم کم میشه و و و خیلی چیزای دیگه. ولی یه نکته منفی بزرگی که داره بچه ها، این باعث میشه گیم به سمت مدرن شدن بره و چیزی که ما دیدیم تا حالا تو ورلد اف وارکرافت گیم هر چقدر بیشتر به سمت مدرن شدن رفته یه سری چیزها رو از دست داده. یعنی اوکی این حالا قابلیت که حالا احتمالاً اضافه هم بشه چون بلولار داره به صورت رسمی اون اعلام میکنه، به نظر من اضافه خواهد شد تو سیزن بعدی، این قابلیت اگه اضافه بشه خب یه سری خوبی ها داره، خوبیاشو با هم دیدیم خب، و 100% یک سری نکات منفی هم داره. نکات منفیش این چیه؟ نکات منفیش اینه که اینتراکت شما و بقیه پلیرها میاد پایین. همین الان تو نسخه ریتیل به خاطر دانج فایندر و چیزهای سیستم‌های مختلف دیگه که اضافه شده به بازی که بازی رو راحت‌تر کنه واسه پلیرها، باعث شده که اینتراکت پلیرها کمتر شه. برای مثال تو کلاسیک شما بخواید دانجن بزنید مجبورید چت کنید، مجبورید با 4 تا پلیر صحبت کنید بالاخره تا یکی رو پیدا کنید باش بید دانجن، ولی تو نسخه ریتیل شما اصلا نیاز نیست با کسی صحبت کنید. حتی توی قسمت میتیک پلاسش هم بچا بعضی وقتا اصلا هیچ صحبتی با هم نمی‌کنن، اون حالا 4 5 نفری که دارن میرن با هم میتیک پلاس میزنن، فقط لیست میکنن، رنگ همدیگه رو چک میکنن، اگه رنگ طرف خود عدش میکنن میرن دانجن رو استارت میکنن، میزنن برای دانجن هم تای تایش یه جی جی میزنن و تمام. یعنی اصلا هیچ چتی با هم نمیکنن و هیچ اینتراکتی با هم ندارن و این سیستم جدید باعث میشه که اون پلیرهایی که حالا بعضی وقتا مجبور میشدن برن یه اینتراکت کوچیکی داشته باشن و یه دانجنی بزنن، اون پلیرها هم دیگه هیچ اینتراکتی تو بازی نداشته باشن. یعنی اینتراکت و کامیونیکیت بین پلیرها رو به شدت به نظر من میاره پایین و به نظر من نکات منفیش بیشتر از نکات مثبتشه. از اونجایی که بچه ها دیگه میدونید دیگه این تغییراتی که حالا بین ریتیل و کلاسیک هست، میبینیم که خیلی ها کلاسیک رو بیشتر دوست دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلاسیک بچه ها یک سری از آپشن هایی که ریتیل داره و مدرن شده رو نداره و این مدرن شدن و به سمت مدرن رفتن میتونه تأثیر منفی داشته باشه برای پلیرها. حالا باید بیاد دقیقا ببینیم که واکنش پلیرها چطوریه. گرچه خیلی میتونه سیستم خوب و مثبتی باشه، ولی به نظر من واکنش پلیرها میتونه خیلی منفی تر از این چیزی باشه که ما داریم میبینیم، چون که کلن پلیرها با تغییرات اینطوری خیلی خوب حالا تا نمیکنن، تا یه خورده بگذره و بهش عادت کنن. گرچه بچه به هر حال یک تغییریه، این تغییر کمک میکنه به پلیرهای تازه وارد و کمک میکنه به اون پلیرهایی که نمیخوان بیشتر زیاد با بقیه اینتراکت داشته باشن، ولی در کل خب نکات منفی زیادی هم داره. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا به نظرتون خوبه که ورلد اف وارکرافت هوش مصنوعی رو اضافه کنه برای دانجن های نرمال فقط و دانجن میتیک پلاس که اصلا چیزی توش امکان پذیر نیست، برای دانجن های نرمال نظر شما چیه؟